و همراه هستیم با مرتضی کاظمیان، همکارمون از لندن. آقای کاظمیان، معنا و دلیل برخورد شهرداری تهران با خانه اندیشمندان علوم انسانی و تلاش برای تخلیه و پلمب به این مرکز دقیقاً چه هستش؟ خب یک اقلیت سرکوبگر، فاسد، ناکارآمد و البته غارتگر و لومپن اکثریت مردم ایران رو به گروگان گرفتن و همینطور کشور رو. علیرضا زاکانی شهردار تهران یکی از نمادهای یک چنین اقلیت حاکم بر کشور هستش. من اشاره کنم البته در جریان سرکوب جنبش سبز یک نقل قولی در محافل سیاسی معتبر بیپیچید مشهور بود از هاشمی رفسنجانی که در دیدار با علی خامنه‌ای گفته بود که در اون موقع آیا از تائب و نقدی افرادی رذل‌تر وجود نداشتن که بر این مناسب امنیتی نظامی بگماری، و خامنه‌ای گفته بود نه. یعنی به نوعی این افراد، این مقام ها، افرادی مانند علیرضا زاکانی یا مثلا رادان که خامنه او رو فرمانده کل نیروی انتظامی میکنه، چهره های غیر فرهنگی هستند با پیشینه های مشخص، از جمله خب شهردار تهران که در جریان فاجعه کوی دانشگاه تهران در بسیج دانشجویی یا مجموعه اقدامات علیه نهادهای فرهنگی همواره حضور داشته و رویکردهای ضد آزادی و ضد دموکراتیک داشته. خب در یک چنین وضعیتی حالا اقدام بکنه به تخلیه یا تلاش برای پلمب خانه اندیشمندان علوم انسانی، که جالب این اتفاق در روز قلم رخ میده، روزی که گره خورده با یک مفهوم در تاریخ ایران باستان از هوشنگ پادشاه پیشدادیان که نویسندگان رو گرد هم آورد و این در شاهنامه هم حتی باستاب داره، اون الگوی پیشدادیان، رفتارهاشون و تاریخ اونها. اما از اونجا این فرهنگ و تمدن رسیده به یک چنین وضعیتی که یک نهاد فرهنگی که مرکزی بوده برای گرد هم آمدن اندیشمندان و علوم انسانی، گرامی داشته چهره‌ها و نخبگان دانشگاهی و علوم اجتماعی و مکانی برای تبادل نظر و تولید اندیشه، حالا هدف برخورد شهرداری تهران قرار میگیره به دلیل یک در واقع خواست و اراده سیاسی یا یک تمامیت خواهی با استفاده از قدرت در اختیار، که البته این همون چیزیه که چنان که در خبرم شما اشاره کردی دکتر محسن رنانی هم بهش واکنش نشون داده، این که تاکید میکنه که حکومت به دنبال رفتارهای نظامی است، از جمله همین که تلاش میکنه که دانشگاه رو حتی تبدیل کنه به یک قرارگاه و دانشجو و استاد رو مطیع خودش کنه. بله، همونطور که شما هم گفتین دکتر رنانی در انتقاد از وضعیت موجود و برخوردی که با نهاد دانشگاه و خانه اندیشمندان علوم انسانی شده به تغییرات اجتناب ناپذیر هم در سیاست و شرایط ایران اشاره کرده. در این مورد برامون بیشتر توضیح بدین. بله، نقد دکتر رنانی که خب به هر حال براشفته از این اقدام شهرداری تهران و این برخورد سرکوبگرایانه این مقاله رو نوشته قابل تأمل هستش. اشاره قابل توجهی داره به این که خب از یک طرف حکومت تلاش میکنه همه نهادها رو تبدیل کنه به قرارگاه، از قرارگاه سازندگی گرفته تا قرارگاه های فرهنگی، از جمله در حوزه دانشگاه، و چنان که گفتم این که دانشگاه رو از دانشجو گرفته تا استاد مطیع خودش بکنه، روند نظارت و ارزشیابی استادان رو تحت کنترل بگیره و به تعبیر او علم رو داره کاریکاتوری میکنه، همچنان که حکمرانی رو هم کاریکاتوری کرده. اما نکته قابل توجه در این مقاله دکتر رنانی اینه که اشاره میکنه که این حاکمان یا مجموعه ساختار قدرت در جمهوری اسلامی نقطه عزیمتی داشته که بعد از 4 دهه نشون داده که بی حاصل هستش و بی کفایتی از خودش نشون داده و ناکارآمدی، بماند این که الان فاقد منابع لازم و سرمایه لازم برای ادامه وضع موجوده، هم اندیشه ادامه وضع موجود رو نداره و هم توان مالی اون رو، و نسل حاکم در حال تغییر هستش، بخشی از اونها مردن، از دنیا رفتن، بخشی پیر شدن، بخشی توبه کردن، بخشی هم معترضن الان خود اونها، و جالبه که میگه همزمان با این نسل جوان عصیانگر تاکید کرده که چاره‌ای نیست جز صبوری شادمانه و مقاومت، و اینکه تأمل کنیم چرا، چون تحولات سیاسی اجتماعی ایران در چند سال آینده خود به خود یک دگرگونی کلان رو موجب خواهد شد. بله، مرتضی کاظمیان همکارم از لندن، ممنونم از شما.